این سراغ در واقع بررسی اثر فیدبک بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده. گفتیم که این در واقع بیام از اول یه مقدار صحبت کنم تا به تبدیل تک قطبی یک تقویت کننده بدون فیدبک به این صورت است که پی قطبش هست، اس هم میدونی جی اومگاست. اگر بخوایم اینو به صورت فیدبک دار بنویسیم، خب ای اس کلن میاد صورت تقسیم بر یک بالا ای اس در اف. اون از الکترونیک دو اگر خاطرتون باشه در واقع تابع تبدیل یک ساختار با فیدبک به این صورت هست که F هم بهره فیدبک هست. اگر AS رو تو این رابطه جاگذاری کنیم میشه این، میتونیم به این صورت بازنویسیش کنیم و بعد مجدد بازنویسی کنیم به فرم استاندارد. چرا اینو اسمش رو گذاشتیم فرم استاندارد؟ خب مشخصه الان اگر با این مقایسهش کنیم S سر جاش هست، این میشه P جدیدمون، یعنی قطب با فیدبک. اینو یه مقداری اصلاح کنیم. بذاریم رو 6-8. این قطب با فیدبک خیلی جالب نیست. کنم 3 کافی باشه. بعد خب قطبمون پس مکانش مشخص هست. خدمت شما عرض کنم این چیه؟ بهره فرکانس پایین، بهره فرکانس پایین، اینم بهره فرکانس پایین. خب همه چی مشخص شد، بیایم رسم کنیم. این محور فرکانس، اینم اگر بهر ولتاژ باشه یا وی او، وی او بر وی این. خب تقویت کننده بدون فیدبک همچین پاسخ فرکانسی داشت، می اومد تا قطب اولش، بعد تک قطبی هم بود دیگه میرفت پایین. اینو گفتیم اسمش رو بذاریم همون پی که اینجا داریم، پی. بهره فرکانس پایینش هم چقدر بود؟ ای صفر، طبق این تابع تبدیل تک قطبیه. اگر بخوایم برای تقویت کننده با فیدبک ما تابع تبدیل رو رسم کنیم، خب طبق این میدونیم قطبمون چی شده؟ پی در یک بالای ASF در F، یعنی در یه چیزی ضرب شده که این AF هم میدونید خیلی بزرگتر از یکه. پس قطبمون مثلا اومده اینجا، حالاته بهره رو میتونستیم اول صحبت کنیم. فرضاً این قطبمون اومده اینجا، بقیه منحنی که همون روی همون قبلیه میفته، ولی قطبمون اینجاست. پس این شد P در یک به علاوه ای صفر در اف به این صورت. این چیه؟ بهرمون چیه؟ بهرمون هم همینه دیگه، ای صفر تقسیم یک به علاوه ای صفر اف، یعنی کوچیک شده، برای عدد بزرگی تقسیم شده، یک به علاوه ای صفر در اف. پس مشخص شد پهنای باندمون افزایش پیدا کرده، اما بهرمون چی؟ کاهش پیدا کرده در ازای اون خواصی که فیدبک داشت. اگر برگردیم به این، اینجا گفتیم مدار فیدبک دار خطیز و خروجی به صورت سینوسی و بدون وجاج ظاهر میشه، اما خب میبینید بهرمون کاهش پیدا کرد، اما در عوض پهنای باندمون افزایش پیدا کرد. پس فیدبک اومد علاوه بر بهبود مقاومت‌های ورودی و خروجی، میاد پهنه باندمون رو هم بهبود میده و بهرمون هم هرچند کاهش پیدا کرده اما تو این مقدار تثبیت میکنه. خب از اینم میتونیم بفهمیم که همیشه برای سیستم تک قطبی بگیم حاصل ضربه
بهره در پهنای باند مقدار ثابتی داره. بگیم قطب اول که معمولا پهنه باندمونه. یعنی چی؟ خب برای اولی A صفر ضرب در قطب اول میشه P بدون فیدبک، برای دومی چی میشه؟ A صفر بهرمون A صفر تقسیم بر یک به علاوه A صفر در F ضرب در چی؟ پهنه باندمون قطب اولمون اینه ضرب داره P در بگیم یک به علاوه A صفر در F. خب مشخصه که این با این میره چی میمونه؟ مساوی است با همون A صفر ضرب در P با فیدبک. میبینید ثابته، یه قلم دیگه ای نداریم اینجاست. خیلی خوب، پس یعنی هر بلایی سر مدار بیاری حاصل ضرب این دوتا یه مقدار ثابتی میشه. بریم تو صفحه S هم یه نگاه بندازیم. صفحه S تفاوت بین با فیدبک و بدون فیدبک بگیم این همون اسپلین باشه. اینجا چی بود؟ P بود. خب این چیه؟ این از مبدأ دورتره یا به سمت منفی رفته. این میشه در واقع P در یک به علاوه A صفر در F. از این میتونیم بفهمیم که چی سیستم با فیدبک پایدارتر است. میگم قطب اگر سمت راست صفحه S باشه، قطب سمت راست صفحه S ناپایداری میاره. چرا؟ چون پاسخ پلش به این صورته، میشه ای به قوه مثبت تی بر تا. اما قطب سمت چپ، قطب سمت چپ پایدار است. ای به قوه منفی تی بر تا هست. یعنی هرچه از مبدأ بگیم دورتر باشه، پس از این من میتونم بفهمم که لذا مدار با فیدبک پایدارتر و پهنای باند بیشتری داره. و بهره ثابت بهره، اما بهره کم شده. سیستم تک قطبی یعنی چی؟
میتونیم اگر بگیم که یه نکته دیگه بنویسم، اگر بقیه قطبها خیلی دور باشن، قطب غالب اما قطب اول اینا رو گفتیم قبلا، پهنای باند رو مشخص میکنه. و سیستم تک قطبی فرض میشود، لحاظ میشود، چون اون یکی ها خیلی دورن، مثلا از فرکانس بهر واحدمون خیلی دورترن دیگه، تو این محدوده فرکانسی که ما کار میکنیم دیده نمیشن، حضور ندارن، تاثیر ندارن، سیستمون رو میتونیم تک قطبی در نظر بگیریم، لحاظ کنیم برای ساده کردن در واقع روابطمون. خب بریم سراغ بررسی در واقع اثر فیدبک رو سیستم دو قطبی. بگیم خب بریم در واقع بخوام سیستم با فیدبک رو کلا رسم نکردیم، فکر کنم شکلش رو رسم کنیم، ضرر نداره. این مدار تقویت بدون فیدبک خروجی، یه جمع کننده این وسط، این اول داریم، اینم ورودیمون باشه، این مثبت میاد، اینم فیدبکمون منفی باشه، اینم مدار فیدبک. خیلی خوب، تاب تبدیل یه سیستم با فیدبک بدون فیدبک دو قطبی چیه؟ A0 S مساوی S با A0 بر روی S بر یک به علاوه یک در اسپر پی دو به علاوه یک، این میگیم بدون فیدبک. بریم سیستم با فیدبکش رو ببندیم، یعنی ای اس بزرگ مساوی اس با، خورده بریم پایین تر، ای سف اینو بیاریم بنویسیم مثل قبلی، تقسیم بر یک به علاوه این در F، خب اینو اگر ساده کنیم S بر P یک به علاوه یک در اس بر پی دو به علاوه یک به علاوه ای سف در اف،
دو تا قطب داریم. دو تا قطب داریم. خب بیایم اول پاس و فرکانسی این دو تا رو با هم یه مقایسه انجام بدیم، کنار هم رسم کنیم ببینیم به چه صورت هست. این بنویسیم با فیدبک. خب بیام بگم این وی او بر وی این، اینم اف باشه. خب این ای صفر، قطب اولمون فرض کنیم اینجا باشه، اینم مثلا قطب دوم باشه. P2 P1 بعد خب حالا با فیدبکش میشه چی اگر اینو حالا به فرم استاندارد می نوشتیم؟ بهرش که مشخصه، بهرش میشه در واقع ای صفر بر روی یک به علاوه ای صفر در اف که تقریبا میشه همون یک افم. این میاد تا برسه به اینجا به این صورت. خب از اینجا هم بذار بگم از کجا اینجا بگم تو این محدوده. ببین ای صفر هنوز خیلی به صفر نر به یک نرسیده که اینجا بالاخره ای صفر یه مقدار قابل توجهی داره. لذا بهره با فیدبک، با فیدبک حدود یک افوم باقی میمانه. اگر ای صفر خیلی کم میشد، ای صفر خیلی کمی شد دیگه نمیتونستیم بگیم این برابر یک افومه، چون این به شرطی برابر یک افومه که ای صفر بزرگ باشه. پس اینجا ما گفتیم حالا ای صفر اینجا بزرگ خوبه تا اینجا، اینجا که یه خورده کوچیک شد ببینیم انحنا پیدا کرد بر فرض، به خاطر اینکه ای صفر داره کوچیک میشه. اما خب بالاخره تو این محدوده ای صفر مقدار قابل توجهی داره، پس برای با فیدبک رو میتونیم حدود یک افوم در نظر بگیریم. پس اینو یه مقداری بیارم عقب‌تر. برابر یک اف اگر در واقع ای صفر خیلی بزرگ باشه، اینو میتونیم بگیم تقریبا یک افوم هست. حالا برای بهره با فیدبک بیایم تو صفحه اس ببینیم چه خبره. بدون فیدبکش که مشخصه دیگه،
یه قطب داریم مثلا تک قطبی هم اگر باشه، خب یه قطب داره اینجا با فیدبکش اینه، اما برای دو قطبی با فیدبک تو صفحه S چه اتفاقی میفته؟ خب پس یه قطب اینجا داریم، مثلا P1 اینجاست، P2 هم دورتره اینجاست. اما وقتی فیدبک میبندیم قطب ها شروع میکنن به هم نزدیک شدن. وقتی F در واقع بزرگ میکنیم قطب ها شروع میکنن به هم نزدیک شدن. و حتی ممکنه اینجا به هم دیگه برسن و موهومی بشن، یعنی بیان رو به بالا، این یکیش بره رو به پایین، یکم بیان رو به بالا، رو به پایین یکیش بالا. پس اینجا می نویسم با افزایش F یا اثر فیدبک قطب ها از درس کنترل هم یادتون باشه و این تاب تبدیلی که ما نوشتیم رو لحاظ کنید، میتونید به این موضوع پی ببرید که ما نوشتیم. پس با افزایش F طبق این تاب تبدیل و چیزایی هم که تو کنترل خوندید، قطب ها به هم دیگه نزدیک میشن. F رو افزایش کنیم، افزایش بدیم تا جایی که به هم دیگه برسن. بعد قسمت موهومیشون، این قسمت حقیقیه دیگه، صف تو صفحه S، این محور حقیقی، این محور موهومی، قسمت موهومیشون شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، که این هر چند قطب ها سمت چپ هستن هنوز، درسته قطب ها هنوز سمت چپ هستن، سیستم پایداره، اما رفتار دوست داشتنی یا به قول معروف رفتاری که ما میخوایم این برای ما فراهم نمیکنه. یه مقداری ما نمیخوایم مثلا قطب موهومی داشته باشیم. رفتارش هم جالب نیست. بریم سراغ سیستم سه قطبی ببینیم اگر سه تا قطب، چون تقویت کننده های ما میدونید که دو قطب داریم سه قطب داریم، ممکنه اینا همه تو محدوده فرکانسی ما باشن، دیگه لزوما همشون دور که نیستن، بس یه به نوع مدارمون، پس باید اینا رو بررسی کنیم. پس بگیم بررسی فیدبک بر پایداری سیستم سه قطبی. بخوایم تاب تبدیلش رو بکشیم دیگه مستقیم، من سراغ بقیهش نمیرم، میشه A0. خب سه تا قطب داریم دیگه، S بر P1 به علاوه 1، S بر روی P2 به علاوه 1، S بر روی P3 به علاوه 1. این اثر فیدبکش هم پایین بنویسیم، باز همون و
بره چی ضرب در اف. این با فیدبک. خب که اینم میتونیم به این صورت هم بنویسیم دیگه، بگیم برابر است با ای صفر. بریم مخرج مشترک بگیریم، مخرج ها با هم برم. خب بریم تو صفحه اس ببینیم چه رفتاری از خودش نشون میده، حالا که اون دو مورد قبلی رو متوجه شدیم، ببینیم این چه بلایی سرش میاد. خب خدمت شما عرض کنم که این پی یکمون باشه، اینم مثل قبلی یه پی دو هم اینجا داریم و یه پیسه هم حالا فرض کنیم یه مقداری چیه دورتره. خب اگر ما از سر اف رو افزایش بدیم، خب طبیعتا این دوتا قطب مثل قبلی به هم دیگه نزدیک میشن، اینم میاد به این نزدیک میشه تا جایی که به هم دیگه برسن. این یکی چه بلای سرش میاد؟ این خوشبختانه دور میشه، این دور میشه، میره به این سمت. اما این دفعه قسمت موهومیش به این صورت عمودی بالا پایین نمیشن، اگر تو کنترل هم خونده باشی یه همچی چیزی میشه. در این جهت حرکت میکنن مسیر قطب ها با چی؟ با افزایش F. اینجا با محور موهومی در واقع تلاقی خواهند داشت. پس میام نکتهش رو می نویسم، میگم که اگر F زیاد شود، که بگیم با محور عمومی تلاقی دارند، نوسان ساز تشکیل می شود. یعنی مدار تبدیل میشه به نوسان ساز دیگه، اینجا نوسان میکن، اوسیلاتور میشه. و اگر در سمت راست قرار بگیرند صفحه، خب قطب اگر بیان رو این محور، خب نوسان ساز یا اسیلاتور تشکیل میشه. اگر اینو رد کنن بیان تو صف، بیان سمت راست صفحه، از کلا سیستممون چی میشه؟ ناپایدار میشه. و یه نکته بگیم در سیستم هایی که ای صفر زیاد است که هست، همیشه ای صفرمون زیاده، با یک اف کوچک هم در واقع بگیم ناپایداری شکل میگیره. مدار ناپایدار میشه.
اگر دقت کنید به اینجا، اگر ما اثر F رو کم کنیم، یعنی فیدبک رو کم کنیم، خب این پایداری بهره ولتاژ رو از دست میدیم. یعنی شما هر چقدر اثر F رو کم کنید به اون پاسخ فرکانسی اولیتون نزدیک میشید که بهرهش ثابت نبود. اصلا فیدبک رو به این خاطر زدیم دیگه که مقاومت ورودی خروجی ها رو بهبود بدیم و بهره رو تثبیت کنیم. اگر اثر فیدبک رو کم کنیم به خاطر اینکه مدارمون ناپایدار نشه، خب برمیگردیم به اون چیز اولیه‌مون دیگه، فیدبک تاثیر نداره. اگر اثر فیدبک رو زیاد کنیم، پاسخ فرکانسی مثلا این قرمزه بشه، خب حالا اگر سه قطب هم داشته باشیم، درست بهره رو تثبیت کردیم، مقاومت خروجی ورودی رو افزایش دادیم، پهنه باند رو افزایش دادیم، اما میبینید دیگه با افزایش F اثر فیدبک مدار داره به سمت نوسانی و ناپایداری میره. و اینجا یه نکته گفتیم که حتی اگر F هم کوچیک باشه، چون A صرف زیاده، مدار ناپایدار میشه. پس باید یه فکری برای این مشکل ما پیدا کنیم، یعنی یه راهکار پیدا کنیم این مشکل رو حل کنیم. پس باز من یه نکته دیگه بنویسم. اگر F کوچک شود خواص فیدبک از دست می آید، بگیم تثبیت بهره کاهش می آید. و غیره همون چیزی که می گیم. و اگر F افزایش یابد، سیستم ناپایدار می شود. سیستم ناپایدار می شود. لذا برای حل این مشکل باید به یه شکلی ما سیستم رو نهایتا پایدارش کنیم. به فیدبکر رو که نمیتونیم حذف کنیم چون لازمه، اما اگر فیدبکر باعث ناپایداری میشه، پس چاره‌ای نداریم جز این که در واقع یه راهکار پیدا کنیم برای پایدارسازی سیستم یا مداره. خب میخواید بریم یه سری بزنیم به قضیه نایکویست مثلا؟ شاید فعلا زود باشه، اما نه خوب الان بررسیش میکنیم قضیه نایکویست که توی کنترل خوندید. برای یه معیار بود برای مشخص کردن پایداری سیستم ها، بعد حالا باید چه کاری کنیم که سیستم پایدار شه، از قضیه نایکویست میتونیم متوجه بشیم. خیلی خوب، من میام اون ساختار با فیدبک رو مجدد رفت کنم، ببینم این مشکل چرا به وجود میاد، یعنی این مشکل رو یه مقداری با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. خب بیام بگم این A باشه، اینم فیدبکمون باشه، خب گفتیم یه جمع کننده هم تو ورودی داریم، این مثبت این منفی، فرض کنیم با یه رنگ دیگه نشون بدم.
ما به ورودی یه سیگنال دادیم، اومده تو این جمع کننده. فرضاً بگیم یه سیگنال به این صورت دادیم توی ورودی، از این جمع کننده رد شده، سیگنال اومده اینجا. فعلا خروجی نداریم که بخوایم از فیدبک بیاریم، الان بررسی میکنیم. خب این میره توی خروجی، یه مقدار کوچیکش کنیم. این اینجا اومده، اینم اومده اینجا. خب میره تقویت میشه دیگه، ضرب در A0 میشه تقویت میشه، مثلا میشه همچین چیزی، درسته؟ خب یه بخشی از این به همون اندازی بهره مثلا 1 فوم، یه بخشی از این میاد اینجا به این صورت. همش رو که نمیاره، یه بخشش رو میاره فیدبک. خب این میاد منهای این میشه، منهای این میشه یعنی چی؟ یعنی همچین میخواید اینو با رنگ دیگه این نشون بدیم. یه بخشی از این میاد اینجا، این میاد منها میشه یعنی چی؟ یعنی علامتش عکس این میشه. میبینید ورودیمونو خونسا میکنه یه جورایی، درسته؟ بالاخره یه سیگنالیه با اخلاف فاز معکوس. حالا ورودی رو کوچیک میکنه، ورودی که کوچیک شه خروجی هم چی میشه؟ کوچیک میشه. پس سیستم چیه؟ ناپایداره. سبب عذر میخوام، سیستم پایداره. سبب ناپایداری نشد فیدبک ما، این انتظاریه که ما از فیدبک داریم دیگه. پس میگم از فیدبک انتظار میرود. این که این رویه ای که ما بررسی کردیم که نهایتا سیگنال خروجی کوچیک شد، همون بهره کوچیک شدن از اینجا میاد، این نشون میده که قاعدتا فیدبک باید برای ما چی کار کنه؟ پایداری بیاره. علامت چیه؟ پایداری سیستمه. اما چیزی که ما اینجا بررسی کردیم، دیدیم که وقتی F رو زیاد کردیم قطبها به سمت راست صفحه S حرکت میکنه و سیستم ناپایدار میشه. میخوایم بررسی کنیم اون از کجا میاد اون ناپایداری. من میام پس میگم که در فرکانس های بالا یا در فرکانس های بالاتر چه اتفاقی میفته. این فرکانس بالاتر یعنی چی؟ من میام منحنی دامن فاز رو رسم میکنم برای یه سیستم مثلا 3 قطبی. F اینم بره باشه، برای سیستم 3 قطبی مثلا میام میگم این تا اینجا بیاد، بعد با شیب منفی 20 بیاد پایین تا اینجا، بعد با شیب منفی 40 بیاد مثلا تا قطب 3 و از اینجا با شیب مثلا منفی 60. خب برم بگم این P1
پی دو و این هم چی؟ پی سه. بگیم این منفی 20 دی بی پر دیکید شیبش هست، از اینجا منفی 20 اضافه میشه منفی 40 دی بی پر دیکید، و اینم منفی 60 دی بی پر دیکید شیب است. بخوام منحنی فاز رو هم در همین راستا رسم کنم، منحنی فاز هم باید یاد بگیرید که چطوری رسم کنید. اینم F منحنی در واقع بگیم فاز وی او بر وی این. برای رسم منحنی فاز حالا من سعی میکنم دقیق ترش رو براتون بفرستم. حالا ما فرضمون بر اینه که قطبها به اندازه 10 رسم فاز باید به این نقطه دقت کنید که اگر فرض کنیم قطبا 10 برابر از هم دور باشن، این بگیم مثلا چطوری بگم، در واقع پی یک اسم اینو بذارم، چون این منحنی بر حسب چیه دیگه، لوگاریتمیه، فرکانس دو فرکانس خطی نیست، این بسید لوگاریتمی، یعنی اگر فواصل رو 10 تا 10 تا نگرفتیم تعجب نکنید. این مثلا چی باشه؟ 1/10 پی یک باشه. فازمون قبل از اینکه به قطب اول برسه روی 1/10 روی 1/10 قطب اول شروع میکنه، میاد پایین، رو پی 1 به چند میرسه؟ به 45 درجه میرسه، منفی 45 درجه، دوباره میره تا 10 برابر خودش. فرض کنیم این 10 تا پی 1 باشه مثلا. حالا نمیدونم این فرض صحیح هست یا نه. تا 10 برابر پی 1 اینجا فرض کنید این مثلا چی باشه؟ 10 تا P1 باشه که برابر چیه؟ 1/10 P2. خیلی ریز شد. خوش، این فازا رو یه بار بزرگ رسمی کردیم که یاد بگیرید. حالا اینم مشخصه، این بگیم 10 تا P1 یا همون چی؟ 1/10 P2. تا اینجا میاد. بعدن کامل شده شو میتونیم با هم بررسی کنیم. تا اینجا میاد، بعد دوباره صفر میشه، اما چون رسیده به 1/10 قطب پی دو، دوباره فاز این دفعه اثر میذاره، این منفی 90 درجه. حالا اثر فاز این، اینم خب از 1/10 پی دو شروع میشه، فاز میره پایین تا مثلا به اینجا برسه،
یعنی منفی 90 درجه قاعدتا باید بره پایین، یعنی این میشه منفی 180 درجه. بعد برای پیسه، خب فرض کنیم اینجا مثلا 10 برابر پیسه باشه. حالا این دقیق نیست میگم چون کاغذ لوگاریتمی میخواد. برای پیسه فازش از اونجا شروع میشه میاد تا اینجا بعد صاف میشه تقریبا. حالا با نه این شیب اینم پس طبیعتا منفی 90 درجه اومده پایین، یعنی منفی 270 درجه. روش حالا رسم دقیقش هم میتونم بعدم براتون بفرستم، چون ما فرض کردیم قطبا 10 برابر حداقل از هم دور باشن، اگر نزدیک باشن چه اتفاقی میفته، اون وقت رو هم تاثیر میذارن فازشون. پس میگم فرض بر این است پس از 1/10 پی 1 شروع شد اومد تا منفی 45، بعد تا 90 میره تا کجا؟ 10 برابر پی 1. بعد اونجا باید صاف شه، منتها چون قطب دوم اون اثرش ظاهر شد که اینم فرض کردیم این 1/10 پی 2 باشه، از اینجا اینم اومد تا اینجا بعد از این 90 درجه اومد پایین، بعد دوباره رسیدیم به اثر پی 3، فرض میکنیم اینجا 1/10 پی 3 باشه یا 10 تا پی 2، اینجا هم فاز پی سه اومد منفی 90 درجه اومد پایین، دیگه قطب دیگه این نداریم، بعد فاز مجددا صفر شد. صفر نه، یعنی شیبش صفر شد، بله فاز رو منفی 270 درجه موندگار شد. خب بیایم ببینیم کجا فاز 180 درجه. اینجا منفی 180 درجه است فاز اینجاست، مشخصش کنیم وسط پی دو و پی سه. یا میگم اینجا فاز در این فرکانس ۱۸۰ درجه ورودی خروجی چیه؟ اختلاف فاز دارن. یعنی چی؟ خب بیام رسم کنم بگم که این محور زمان باشه، این اگر مثلا ورودی مونه میگم وی آی، سیگنال خروجی میشه چی؟ سیگنال خروجی هم اختلاف فازش تو این فرکانس 180 درجه است، هم تقویت میشه دیگه چون بهره داریم، اینجا یه بهره ای داریم بالاخره. حالا ما فرض میکنیم، حالا من نمیدونم بهرش چقدره، ما فرض میکنیم اینقدر مثلا تقویت شده فرضا، حالا دیگه اگر بد شکلم کشیدم اشکالی نداره Vout. پس میگم خب از این مشخصه که میگم خروجی
خروجی معکوس ورودی است. و تقویت هم شده تقویت هم شده حالا تا حدی. فرض کنید این سینوسی. حالا بریم این ساختار رو بررسی کنیم ببینیم چه بلایی سر این میاد تو این وضعیت. اینو من کپی کنم بیارم اینجا. خب من میام به اینا رو پاک کنم. من میام میگم که یه تحریک اولیه به این میدم، یه تحریک کوچیک. میگم تحریک اولیه با دامنه کوچک اعمال کنیم و پس از آن ورودی را مدار باز کنیم. فقط یه تحریک اولیه کوچیک دادم. خب این تحریک اولیه میاد توی ورودی دیگه، میاد اینجا میشه این. بعد میره تو خروجی، هم تقویت میشه هم علامتش معکوس میشه، یعنی میشه همچین چیزی، هم تقویت شده هم دامنش بزرگ شده، درسته؟ خب یه بخشی از اینم میاد توی فیدبک ما، میاد اینجا، کامل همش نمیاد، یک کمیش میاد. خب این میاد دوباره علامتش معکوس میشه، با این جمع میشه، یعنی کنار این قرار میگیره. کنار این که قرار گیره یعنی جمع شدن دیگه، یعنی میشه همچی چیزی، یعنی این با این جمع میشه دیگه. این ضرب در منفیش کنی جهتش با این یکی میشه، بعد میشه این بزرگه، میشه این نارنجیه. نارنجیه دوباره تقویت میشه، علامتش معکوس میشه، میاد تو خروجی با همچین دامنی. یه بخشش مجدد میاد تو مسیر فیدبک، ای بابا. بعد این میاد دوباره با این نارنجی جمع میشه، باز این بزرگتر میشه، شد این. بعد این دوباره تقویت میشه، میاد تو خروجی. بعد این دوباره بخشیش میاد توی فیدبک، درسته؟ بعد دوباره میاد با این جمع میشه، میشه این. بعد دوباره خروجیمون هی درازتر میشه، دامنش هی بزرگتر میشه. میبینید مدار سیستم داره به سمت ناپایداری میره، یعنی یه ورودی کوچیک دادیم، خروجی هی دامنش داره بزرگ میشه تا وقتی که چه اتفاقی براش بیفته، اشباع بشه، تا وقتی که ناپایدار بشه. خب پس درسته تو فرکانس های پایین فیدبکمون باعث پایداری میشد، درسته طبق این شکل و این توضیحاتی که من اینجا نوشتم، ولی وقتی فرکانس افزایش میدیم طبق منحنی دامنه و فاز دیدیم که منفی 180 درجه اختلاف فاز ایجاد شد فرضاً تو این فرکانس. پس بنویسم در فرکانس 1/10 پی سه تحریک اولی با دامنه اعمال میکنم. پس
توی این فرکانس اعمال کردیم. خب دیدیم که هی این تحریک کوچیک که ما دادیم هی بزرگ شد، هی بزرگ شد، خروجیمون هی بزرگ شد تا سیستم به سمت ناپایداری بره. پس اینجا می نویسم چون در فرکانس 1/10 پیسه اختلاف دارد، نیستم سیگنال ناشی از فیدبک نه تنها ورودی را بلکه باعث افزایش دامنه سیگنال ورودی می شود. تا جایی که خروجی اشباع شود، یعنی در اینجا فیدبک منفی نقش فیدبک مثبت ایفا میکنه. دیدیم دیگه شبیه فیدبک مثبت ایفا میکند که آقای نایکویست این مسئله را لحاظ نموده. حالا میبینیم نایکویست این قضیه رو بررسی کرد. منفی نقش فیدبک مثبت ایفا میکند. چرا؟ چون به دلیل در واقع به دلیل قطبای زیاد دیگه، به دلیل قطبهای زیاد، سه قطب در اینجا. اینجا ما سه قطب داشتیم. پس به دلیل اینکه قطبامون زیاد بود دیدیم که فیدبک فازمون خیلی افت کرد، اومد رو منفی 180 داد و این باعث شد که تو فرکانس که فاز منفی 180 داد هست فیدبک منفی شبیه فیدبک مثبت عمل کنه و اینجوری پایداری ما رو به خطر بندازه، سیستم رو ناپایدار کنه. خب آقای نایکویست اومده چیکار کرده؟ آقای نایکویست چطوری لحاظ کرده؟ آقای نایکویست اومده گفته که اندازه A ضرب در F ضرب در F فرکانس های مختلف محاسبه شود و فاز آن دست دهید. اینجوری اومده بررسی کرده، گفته A ضرب در F و اندازش رو حساب کنه، فازش رو حساب کنه، ببینم تو فرکانس های مختلف چه بلایی سر پایداری میاد. خب بریم سراغ نایکویست. خیلی خب، ما هم بریم طبق معیار نایکویست منحنی در واقع دامنه فاز رو رسم کنیم ببینیم چی میشه، چه بلایی سر سیستممون میاد. خب این فرض کنیم این محور دامنه باشه، بگیم
بهره. این فاز میام میگم که تو فرکانس های پایین بهره مثلا اینجاست، بهرمون مثلا حالا هر چقدر است، اسمشو میذاریم منحنیه، حالا فعلا اسم روش نذاریم، اینجاست تو فرکانس های، یه خورده اینو درازتر کنیم یعنی جلوتر، میبینید فاز صفره، فاز صفره. خب یه خورده یعنی طبق این منحنی شما تماشا کنید، اینجاست فاز، فازم که صفره دیگه، ببینید اینجا فاز صفر. یه خورده میریم جلوتر دامنه کم میشه به دلیل قطبها، فازمون چی از منفی افزایش پیدا میکنه. خب بیایم بگیم دامنمون کمتر شد، در عوض فاز پیدا کردیم، اختلاف فاز بین ورودی و خروجی ایجاد شد. همینجوری همینجوری میریم جلو طبق معیار نایکویست، اگر دارم خوب رسم میکنم. تا جایی که فاز شده چی؟ منفی 270 درجه، درسته؟ خب اینا رو به هم میتونید رس کنی تا اون منحنی نایکویستی که تو کنترل خوندید بیاد جلو چشاتون به این صورت. چیزی که ما تو کنترل دیدیم این بود. همچی چیزی بود دیگه، گفتیم همچی چیز همینه. اینجا میگفتیم این منفی یکه، منتها اینجا چون اثر فرکانس رو نمیبینیم میگیم این یه منحنی وابسته به فرکانس، معیاریست این نقطه چیه؟ منفی یک. این همان نقطه است که در واقع فیدبک منفی به دلیل اختلاف فاز به فیدبک مثبت تبدیل شد. لذا اگر این همون بهر است دیگه، اینجا تو نایکویست با تی نشون میدادیم اگر یادتون باشه. لذا اگر منحنی پشت منفی یک قرار گیرد، یعنی چی؟ یعنی تی کوچکتر از یک، سیستم پایدار می شود. پس معیار نایکویست رو اینطوری ما اومدیم تطبیق دادیم با اون سه قطبی که بر فرض تو اون سیستم سه قطبی داشتیم، اما در مجموع ما در واقع از این معیار استفاده نمی کنیم.
ما از این معیار استفاده میکنیم، از منحنی این فرم، از منحنی استفاده نمی کنیم. ما معمولا از منحنی دامن فاز استفاده میکنیم، معمولا از منحنی دامن و فاز بگیم منحنی بود. به این خاطر ما از این منحنی ها استفاده می کنیم، نه از اینی که آقای نایکویست روش کار کرده. خب بریم شرط پایداری نایکویست رو در واقع کامل کنیم. میگیم که کاغذم تموم شد، من اینو اضافه کنم برمیگردم. پس بنویسم شرط پایداری نایکویست بگیم AF یا همون تی مساوی یک و فاز تی هم در واقع کوچکتر از 180 درجه. این پایدار. ناپایدار میشه چی؟ میشه اما اگر کماکان تی کوچکتر، تی همون برابر یک باشه، البته میتونستیم بگیم کوچکتر مساوی است یک باشه، ولی فازمون بزرگتر از 180 درجه باشه، این میشه چی؟ ناپایدار. پس اختلافشون تنها در فاز سیستم است. نوشتیم که با چه فرضی اینو، فرض به اینه که قطب حداقل 10 برابر از هم دور باشه. 10 برابر یعنی همون چی؟ یک دیکی تو منحنی فرکانس. حالا این شرط پایدار نایکویست رو ما یه جوری باید ترجمه کنیم تو منحنی بود یا همون دامن فازی که قبلا رسم میکردیم. که میتونیم حالا بذاریم برای جلسه بعد فکر کنم. به قول معروف تا مغزمون گرمه بیایم اینو ترجمه کنیم به منحنی بود ببینیم چه اتفاقی میفته. یا میگم این معیار پایداری رو بیایم ترجمه کنیم به منحنی بود. خب امیدوارم اینجا جا بشه، اینو خیلی درشت نوشتم.
بیام یه منحنی دامنه رسم کنم، همون سه قطبی که قبلا داشتیم. خب این بگیم اینجا چیه؟ بر اساس لگاریتم دیگه، دامنه 20 تا لگاریتم A اینجاست. بعد شیبمون 20 دی بی میاد پایین، از اینجا دوباره یه مقدار میاد پایین، از اینجا هم فرض کنیم اینجوری میاد پایین. خب این طبیعتاً پی یک، پی دو، پی سه. فازش هم اگر بیایم رسم کنیم، فازم گفتیم تا یک دهم پی یک صفره، بعد میره همینجوری دیگه، چون این رو فرض کنیم اینجوری میره پایین به این صورت. حالا فرضی میخوایم چیزی سرسری، نمیخوام دقیق بکشم، خب کجا فاز 180 اینجا فرض کنیم، اینجا تو قطب اینجا منفی 45 درجه، این قطب هم می اومد تا چند؟ این تا منفی 90 می اومد. آها تقریبا منحنی قبلیمون شبیه اون، میخوام درارم یه چیزی شبیه. اینجا 180 رو انداختیم این وسط، این منفی 45 بعد بیاد تا 90، 90 بیاد سالین. خیلی خوب، فرض کنیم اینجا، حالا میگم بعدا روش رسم دقیقش رو با هم بررسی میکنم، فرض کنیم اینجا منفی 180 باشه، منفی 180 درجه. خب دیگه الان میفهمیم که محدوده پایداری ما اینجاست، یعنی جایی که تا فرکانسی که فازمون از منفی 180 پایین تر نرفته، این میشه محدوده پایداری. محدوده چی پایداری؟ که فاز این از این نکته ای بنویسیم. خب بریم سراغ دامنه. پس فازمون مشخص شد، اینجا رو هم بگیم، اینم بگیم، منحنی تقریبا 20 تا لوگ یک اف هم بشه این، یعنی وقتی فیدبک رو بستیم زیادی دیگه خم شد. خب این فاصله اسمشو بذاریم چی؟ x. اینم هم همون x که به ازای فرکانس داره تغییر میکنه. حالا اینم باز x، اینم باز همون چیه؟ x هست. این چه نقطه ایه؟ اینجا این در واقع همون بگم تی مساوی یک
که مساوی است با چی؟ 20 لوگ 0. 0 چیه؟ 0 همون x، x وقتی به 0 رسیده بگیم if. این چیه اومد جلو دستم؟ x مساوی 0 اینجاست دیگه. وقتی x یعنی فاصله بین در واقع منحنی بدون فیدبک با فیدبکمون به صفر رسید، یکی شدن، اونجا میشه دامنه یک. 20 لوگاریتم صفر میشه چی؟ میشه تی مساوی یک. خب بریم ایکسم، من ایکسم بنویسیم، شد عجله یه مقداری، ببخشید، خواستم اینو بالاخره یه جوری ترجمه کنیم تا اینجا ذهنمون متمرکز روی این. ایکس مساوی است با 20 لوگاریتم ای که اینه، منهای 20 لوگاریتم یک اف مدار با فیدبک. خب که اینو میتونیم به این صورت بنویسیم، میدونیم لوگاریتم میتونیم به صورت تقسیم بنویسیم، بگیم 20 لوگاریتم ای تقسیم بر یک اف، یعنی منها رو میتونیم به تقسیم تبدیل کنیم. پس مساوی است با 20 لوگاریتم ای اف، جلو دستمون رو گرفته، مساوی است با 20 لوگاریتم تی. که به ازای در واقع ای اف یا تی مساوی یک، 20 برابر صفر، یعنی از میخوام وقتی ایکس برابر صفر بشه یعنی تی یک بوده. پس میام میگم که به ازای ایکس مساوی صفر داریم تی مساوی یک، و به ازای تی مساوی یک داریم ایکس مساوی صفر. فرق نمی کنه، از هر دو سمت میتونید، از هر دو وجه میتونید به این قضیه نگاه کنید. پس اینم قضیه نایکویست رو رو منحنی بود ما تونستیم معیارش رو تشخیص بدیم یا استفاده کنیم. فاز ای هم این منحنی فاز را هم اینطوری رسم کردیم، گفتیم که در واقع فاز ای مساوی همون چی؟ فاز ای اف. ای اف هم که میدونی همون تی دیگه، تی هست برای حلقه بسته. خب چرا؟ چون شبکه فیدبک اف مقاومتی است، دیدیم تو الکترونیک تو مقاومتی است و فاز نداره، فاز نداره. اینجا تو این نقطه داستان چیه؟ اینجا قطعا ناپایدار دیگه، چون فاز خیلی پایین تر است، چون فاز خیلی کم است یا منفی شده، قطعا ناپایدار است.